آب بند قرقه برای استفاده حق و داران این بند رها شد. محترم مولوی ولی محمد طائب رئیس حوزه فرعی دریایی کابل وسطی با شمار دیگر از مسئولین تکنیکی حوزه دریایی متذکره آب بند قرقه را برای استفاده حق و داران این بند رها ساختند. محترم مولوی ولی محمد طائب رئیس حوزه فرعی دریایی کابل وسطی در جریان رهاسازی آب بند قرقه از افزایش آب این بند اظهار خوشنودی نموده، رهاسازی آن را برای رفع مشکلات کمبود آب در ساحات تحت آبیاری و تقویت آبهای زیرزمینی مفید و ارزشمند خواند. تاسو وینئ چې الحمدلله په بند کې سږ کال یو څه اندازه اوبه رایوجې شوي او جمعورې شوي دي، مګر تیر کال په نسبت باندې تیر کال ډیره وچکالي وه، اوبه ډیرې کمې وې. ارتفاع د اوبو تیر کال 12.9 دای ارتفاع و چې حجم یې 1.5 میلیونه و. سږ کال الحمدلله 24.5 ارتفاع د دې اوبو 1.5 متر میلیونه مکعب اوبه دي پکې. در همین حال انجینر محمد اسماعیل مدیر عمومی ساحوی ولسوالی پغمان در مورد ساحات تحت آبیاری و حق و داران بند قرغه معلومات لازم را ارائه کرد. ما از بند قرغه الا بادامباخ حق و دار داریم که در حدود 11 حق و دار دولتی اماراتی هستند که هر کدام از اینا حق و دار خود میبرن انتقال میتن توسط پرسنل خود، همچنین و جوی عامه قرغه است که برای مردم عام چیز از که از ماهی خانه بند قرغه اونا آب خود میگیرن. عقابه از یا هفتوار تنظیم میشه که از روز شنبه است تا روز پنجشنبه ساعتوار است برشان طبق عقابهشان جدولشان که از طرف ریاست محترم حوزه فرعی دریایی کابل وسطی به ما میرسه، ما نظر به او برشان ایجا رها میکنیم آب که اندازه از او در استیشن پایین قرائت میشه و مو اندازه که عقابهشان است برشان انتقال داده میشه. باید یادآور شویم که وزارت آب و انرژی با همکاری شماری از مؤسسات بین المللی از سال گذشته تا اکنون چندین پروژه بازسازی پاکاری و حفظ مراقبتی را در ساحه بند قرقه و قسمت های بالادست آن تطبیق نموده است که این پروژه ها تأثیرات ارزشمند را در راستای افزایش آب بند قرقه به ارمغان آورده است.